گلاب میخوام جبو کنم، هوا رو شستشو کنم، شراب میخوام وضو کنم، خدا را آرزو کنم. ستاره سحر میاد یا سمن از سفر میاد. آبی به روی گل بزن، به هر ستاره زل بزن، به هر ترانه پل بزن، نقاره و دهل بزن، دهل بزن. ستاره سحر میاد یا سمن از سفر میاد. تاق زمین طلا میشه، جهان به کام ما میشه، دوباره خرسند میشم، شاه سمرقند میشم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همیانان عزیز و ارجمند. هر وقت این اسم سمرقند به گوشم میخوره یادش میفتم، یا سمرقند یا بخارا، همه ما میدونیم که بخش عمده ای از حوادث مطبوع تاریخ ایران در این دو شهر رخ داده. متاسفانه اینا دیگه جز میهن و سرزمین ما نیستند، ولی سایه فرهنگ ایران کماکان بر سر اونهاست. همین چند روز پیش بود داشتم با آقای دکتر جلال متینی صحبت میکردم درباره سفرش به سمرقند و بخارا. همین گفتش که دعوت شده از سوی اکادمی اتحاد شوروی به روسیه. خب اینا ویزایی گرفتن برای مسکو. میگه وقتی تصمیم گرفتم که به سمرقند و بخارا برم، برای اینکه در کتابخانه اونجا دنبال چند کتاب بودم، چند کتاب خطی، به من گفتن که شما ویزای سفر دارید. گفتم ویزای سفر به کجا؟ گفتن به سمرقند و بخارا. معلوم شد که به هر شهر روسیه که بخواید سفر بکنید، چون تمام این مناطق همه جز اتحاد جماهیر شوروی بود، به هر نقطه ای از اتحاد شوروی که بخواید سفر بکنید باید برای اون شهر ویزای مخصوص بگیرید. این کافی نیست که شما ویزای ورود به اتحاد شوروی رو داشته باشید. حالا اومدید به مسکو، میخواید برید لنینگراد یا میخواید برید به آسیای میانه، شهرهای آسیا، هر جا که بخواید برید نیاز به ویزا داشتید. حالا اسم سمرقند که میاد تمام خاطرات دلنشین تاریخ زنده میشه. خاصه این که شمار زیادی از داستانهای هزار یک شب در سمرقند اتفاق افتاده، بیشتر داستانهای عاشقانه. یا بخارا که محل تولد شخصیت بزرگاری مثل ابو علی سیناست. امیان ارجمندم، اجازه بدید که حالا که رفتیم سمت و سوها بیریم به سراغ سازنده نیلوفر آبی، یکی از بناهای حیرت انگیز در جهان که اگر خدمتون روز گفتم اگر گوگل کنید، سرچ کنید، جستجو کنید و بپرسید که کدام بنا در دنیا بیشتر از هر بنای دیگه یعنی بازدید کننده داره، تو قفل یعنی برج ایفل یا تاج محل، نه جواب میدن خیر، شماره یک در دنیا بنای نیلوفر آبی در نزدیک دهلی است. میهنانم که حالا حتی تاج محل رو گرفته. خوشبختانه باز تاج محل هم که نگاه بکنید اثر حیرت انگیز که ایرانی ها اون رو ساختند. میدونیم که معمارانی حتی از شیراز راهی هند شدن برای ساخت این اثر حیرت انگیز. عشق پادشاه گورکانی به کی؟ به تاج ممتاز، یعنی به همسر نازنینش، عشق بزرگوارش که دختر خانم ایرانی بود. متاسفانه در یک سفر جنگی بود درگذشت و غم عشق او بر دل پادشاه ماند و بنا به وصیت همسرش در آخرین لحظات این بنا رو ساخت، تاج محل رو، به یاد اون عشق ماندگار. خب آهنگ گوش میکنیم و دو صدا، صدای دلنشین سکه خانم گوگوش و آقای ابراهیم حامدی ابی برای ما میخونه از نوستالژی. نوستالژی دلتنگی برای گذشته. برمیگردیم و میریم به سراغ سازنده نیلوفر آبی، آقای مهندس فریبرز صحبا، که در برنامه‌های گذشته گفتگوهای کوتاهی با ایشون داشتیم. گفتگو رو دنبال میکنیم امروز. Thank you.
رفت جهان ما دو قسمت شد، یکی تنها توی خاکش، یکی راهی قربت شد، یکی مون از قفس پرزن، یکی خواست و نمیتونست، نگاهش رو به دریا بود ولی راه و نمیدونست. دوتا آینده مبهم، یه تابستون بی خورشید، همون فصلی که رایامون به سرکش فرو پاشی، میونه زمزمه هامون یه آهنگ یادگاریمون، یکی مون از خدا دور شد، یکی هنوز نماز میخون. تو و عکسای دیروزه، من و شعرای این دفتر، توی نوستالژی جا موندی به زیر خاک و خاکستر. به دنیا اومدیم اما ما این دنیا رو نشناختیم، چه میموندیم چه میرفتیم، به هم بازی رو میباختیم. خودش رو جا گذاشته، که یه حسی تو قلبش میگه برگرد. یکی از ما هنوزم رو به دریا، توی دنیای دیروزش اسیره، یه خواهش از خدا داره که شاید جوونیشو بتونه پس خب درود میفرستم به آقای مهندس فریبرز صحبای عزیز. درود بر شما، قربان محبت شما جناب میبودی. خیلی خوشحالم مجدد شما رو میبینم، سعادت من است. خیلی ممنونم از لطفتون که تلفن کردید. سازنده یکی از آثار درخشان در حال حاضر روی کره زمین، یعنی کجا؟ یعنی نیایشگاه نیلوفر آبی در کشور هندوستان. امیانم تو که خدمتون گفتم، الان هیچ بنایی در دنیا به اندازه نیلوفر آبی بازدید کننده نداره. و سازندش آقای مهندس فریبرز صحبای عزیز. آقای صحبای، بار گذشته شما صحبت کردید از نحوه تدارک کار و شرکت در یه مسابقه و اینکه برنده شدید برای ساخت این اثر، و فرمودید که من به سیاق معماران قدیم عمل کردم
دست زن و بچه رو گرفتم رفتم در خود محل و در اونجا مستقل شدم. 8 سال زندگی کردم در کنار بنایی که داشتم اون رو می ساختم. خب همه ما می دونیم در اون زمان وقتی شما شروع کردی که سنتون هم خیلی پایین بود، ابزار و وسایل ساختمانی مثل امروز نبود. می خواهم ببینم این اثر حیرت انگیز و عظیم رو شما با چه وسایلی ساختید، چگونه ساختید؟ بله، این خیلی نکته جالبی است. اتفاقا در مجله معماری معماران امریکا مفصل راجع به این نوشته خیلی جای تعجبه که تکنیک های ساختمانی که به وسیله مدرن ترین و پیشرفته ترین ابزار ساختمانی موفق نشدن بسازن، منظورش بتون پوسته‌ای هست که در این مقیاس این ساختمان در هیچ جای دنیا ساخته نشده و به همین دلیل این ساختمان جایزه بهترین بتون دنیا رو برده. این میگوید که جای تعجب است که در حالی که بزرگترین پیشرفته ترین وسایل غرب نتونست این کار رو بکنه، با پیش پا افتاده ترین و اولیه ترین وسایل ساختمانی در هندوستان این ساخته شده. البته شما میدید که در هندوستان همین الان هم واقعا وسایل و تکنیک‌های ساختمانی به خاطر اینکه کارگر در اونجا خیلی زیاد و ارزان هست، وسایل رو سعی می‌کنن سخت می‌گیرن که وسایل مدرن ساختمانی نباشه تا بیشتر از کارگر استفاده کنید. به همین دلیل ما در یه ساختمانی که در حالت عادی اگر این ساختمان در احتیاج داشت که 50 تا کارگر داشته باشه، ما در هندوستان 800 تا کارگر روی این پروژه کار می‌کردن و این و تمام. حالا من عکس‌ها و ابزارهایی که در این ساختمان استفاده شده، ما عیناً اون ابزارها را از همون کارگرها در همون زمان خریدیم و در موزه، یه موزه درست کردیم در همین ساختمان. موزه موجوده و شما میتونید ببینید که این واقعاً پیش پا افتاده ترین وسایل ساخت. مثلا یکی از مهمترین اشکالات ساختمانی در هندوستان گرمای شدید تابستان و بارندگی شدید که فصل باران، فصل مانسون در هندوستان، باران به حدی است که شما اصلا فکر میکنید نمیدونید که بارون داره از بالا به پایین میاد یا از پایین به بالا، مثل اینی که شما توی استخر دارید شنا میکنید. اینطور شدت باران شدید است که اولین بار که من دیدم واقعا وحشت کردم، اصلا نمیستم باور کنم این باران به این شدت میتونه وجود داشته باشه. شما در یه همچین جریان بارونی و در این حال در حرارتی که بعضی وقتا به 46 درجه 50 درجه سانتیگراد میرسه، وقتی میخواید بتون ریزی بکنید شما میتونید تجسم بکنید وقتی که بتون به سر اون کارگرها توی این سبدهای، هر سبدی 25 کیلو وزنش هست و این کارگرها این روی سر حمل میکنن، وقتی به محل ساختمان میرسه اینا رو پیاده راه میرن، بعضی وقتا 150 متر 200 متر باید راه برن تا برسن به، وقتی به مرکز به جایی که میخوان بتون ریزی بشه میرسن، در واقع بتون چیز شده دیگه، خودش رو گرفته و سفت شده. باید ما برای که بتونیم درجه حرارت بتون رو کنترل بکنیم، و این یه بتونی است که اصلا مثلا با اون بتون سفید و ریخته میشه و به هیچ عنوان ساختمان نه رنگ میخوره نه هیچی، بتون لخت در واقع به فارسی میگیم بتون لخت، اون رو ما میخواستیم بکنیم در اون درجه حرارت. من یه تکنیک عجیبی به کار بردم، واقعا در قرون وسطا این کار میکردن. ما مثلا چندین تن یخ رو میگرفتیم و کارگرها با پتکای سنگین این رو خورد میکردن و به جای آب در بتون یخ خورد میرفتیم. رفقای من میگفتن، به شوخی میگفتن کانکریت شیک درست میکنیم. کانکریت شیک اینو درست میکردیم و میریختیم تا وقتی که این بتون میریزه حرکت بکنه. و بعد همینطور مثلا برای یه دریل ساختمانی یه میله ای رو میگیرن، یه تنابی درش میکشن و مثل کمونچه میزنن تا این سوراخ بکنه. این واقعا با این وسایل به کار رفته. اون وقت در این حال این دقت عمل در این ساختمان قرار بوده است که پلاس ماینس 3 میلیمتر در زیر یه تمپلت سمتری اگر بگذاریم در سمتر فقط میتونه این تولرانس داشته باشه. همچین تولرانسی در الو بله 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 میشه
من تصویر من میره بعد. نه خیلی نه تصویرتون خوبه، با داریم خوب شما رو میبینیم، نگران نباشید. قطع کردم به خاطری که نه خیلی نگران نباشید، تصویر شما کاملا درسته. بله بفرمودید. تو کامپیوتر من تصویر رفت. بعد ما واقعا این ابزار و اسوالی برای کار چنان پیش رفته و ابتدایی بودن، ولی دقت عمل به حدی بود که رسید به اونجا. و الان واقعا اگر شما ببینید در این ساختمان، وقتی که در عکس فضای هوایی که ازش گرفتن، من اون عکس رو برای شما تقدیم کردم، شما میبینید که با نهایت میشه دقت رو ملاحظه کرد در این کار. و این به خاطر، ولی حقیقتا میدونید درست است که به من بارها گفتن که مهندسین خیلی زبده ساختمانی، رفقای معمار ما در دنیا، به من میگن که این ساختمان در هندوستان باید خیلی معجزه آسا بوده، سخت بوده. گفتم واقعا درسته که در هندوستان این کار فوق العاده دشوار و سخت بود، ولی باید بگم شاید اگر در هر جای دنیا بود غیر ممکن بود. جای تعجب چرا اینو میگم؟ برای که واقعا در کار دست یک هنر، یک ظرافتی هست. وقتی دست انسان در کار هست، یه ظرافتی هست، یه روحی در کار هست که به هیچ عنوان شما نمیتونید اون دقت و اون ظرافت رو به دست بیارید در هیچ چیز دیگه. و چون ما از کارگرها استفاده میکنیم، در یک عمل بتون ریزی ما بعضی وقتا 400 تا کارگر شرکت میکردن، و من بعضی وقتا به خاطر که اینا این 400 تا کارگر به 10 زبان مختلف صحبت میکنن، و حتی جای تعجبه که در هندوستان بعضی وقتا تنها زبانی که میشه بیشترین آدم ها رو پیدا کرد که باش حرف بزنن، بعضی وقتا ما بین خودشون باید ما یه سرکارگرهایی داشتن که اینا انگلیسی میفهمیدن، بعد ما اون سرکارگر به انگلیسی میگفتیم، اون به زمین به زبان تامیل یا تلگو یا پنجابی یا مراتی ترجمه میکرد. و ما در نتیجه دائم باید با این کارگرها با ترجمه. حالا فکر کنید 400 تا کارگر در یک کارگاهی کار میکنن، زبان همدیگر هم نمیفهمن. ما برای این، برای اینا من بازوبندهای رنگی درست کرده بودم که مثلا بدونم که نجار بازوبندش زرده، چون من در اون حالت که دارم با شدت نصفه شب داریم کار میکنیم و با این سرعت بتون ریزی میکنیم، باید من نجار رو از کجا بشناسم؟ اینا رو واقعا مجبور به طرز عجیبی ما این، حالا ما یک عجب تجربه بوده ها. کار عجیبی که داشتیم این بود که وقتی میخواستیم این، من نظرم این بود که این برگ ها به ارتفاع مثلا 30 متر باید یک تکه ریخته بشن. یعنی درزه توی بتون، معمولا میگینید که بتون رو مثلا 1 متر 1 متر میریزن در لایه های 1 متری میریزن، بعد 1 متر رو میریزن، بعد قالب رو باز میکنن، بعد از 3 روز میبینن خوب شده، اگر خوب شده دوباره میرن بالا 3 متر بعدی، 1.5 متر بعدی رو میریزن، اگر نه به راحتی میشه اون رو تعمیر کرد یا خراب کرد، چون فقط 1 متر بتون ریختی، 1 متر و نیم بتون ریختی. من میگفتم که نه، این روش رو من دوست ندارم، برای که این کار درزهای بتون، درزهای چیز میده، درز میده وسط هر بتونی که میریزید یکی بعدی بهش میگن کولد جوینت، درز سرد این میده و این زشته و مثل یه دودکش یک کارخونه میشه این 30 متر ارتفاع بتون. من میخواستم این به ظرافت یک گل باشه، لطافت یک گل باشه. و خیلی جالبه، ما با مهندس استراکچرمون که یکی از بهترین مهندسین استراکچر دنیا بود، آقای دکتر فلینت، که بعدها به ریاست انجمن مهندسین انگلستان انتخاب شد و سالها رئیس اونجا بود و چندین ساختمان های بی نظیر بتونی کرده، از جمله مثلا نشنال تیتر لندن که کار دنیز لازدن، سر دنیز لازدن، یک واقعا آرشیتکت بسیار مشهور انگلیسی است، کار کرده. وقتی ایشون، من اصرار میکردم اینو، عاقبت ایشون عصبانی شد به من و گفت که ببین شما متوجه، به خاطری که جوان هستی و تجربه نداری به من اصرار میکنی، اگر بتون رو میشناختی این اصرار نمیکردی. من به این گفتم نه، من واقعا اگر این بتون برگهای ما به ظرافت یک برگ گل نباشه، یک درز و شفاف و تمیز و لطیف نباشه، من اصلا نمیخوامش. نمیخوام. این با عصبانیت از جلسه رفت. گفت بسیار خوب، شما فکراتونو بکنید، هر وقت سر عقل آمدی با من صحبت کنید. ایشون رفت. ما 3 تا مهندس هندی جوان داشتیم که من خودم انتخاب کرده بودم اینا رو، جوان و خیلی بی تجربه. حقیقتا بتون سفید
در این ابعاد در دنیا کم سابقه است، اما در هندوستان اصلا استفاده نشده، چه قبل از این ساختمان چه بعد از این ساختمان. بتون سفید به این صورت استفاده نشده. ساختمان ها خیلی مشهور هند که لو کوربوزیه معمار بسیار مشهور فرانسوی و ساخته، این در چندیگر این بتون هست، ولی به قدر این بتون بد هست که اصلا شما بعضی سوراخ های بتون دستتون میره توش و این کوالیتی بتون رو اینا نمیدونن. ما میخواستیم سفید و با اون ظرافت. حالا شما مجسم کنید. این مقاطع چیز به من میگفتن که مقاطع کار من به من گفت که آقای سبا تو مطمئنی که این کار، این روشی که تو میگی قابل عمله؟ من مطمئن نبودم، چون که هیچ وقت در هیچ جای دنیا این روش استفاده نشده. مهندس سبا یک کمی خواهش میکنم سر لپتاپتون رو بیدید بالا، یک کمی بیدید که فاصله بالا یا پایین؟ پایین ببخشید، پایین. خب خوبه؟ امیدوارم درست شده باشه. نشون بدید لطفا تصویرشون رو. آره الان بشینید سر. آها باز بهتره، بسیار عالی، خیلی خوب می‌فرمایید. بله الان خوبه، بفرمایید. بله وقتی که خلاصه این مهندسای هندی ما به من گفتن که شما مطمئنید این کارو میشه کرد؟ من مطمئن نبودم چون قبلا نکرده بودم، ولی با شجاعت به خرج دادم و گفتم بله، برای که فکر میکردم ما اگر نهایت اینقدر با دقت و نهایت سعی خودمون میکنیم قابل عمله. حالا اینا به من میگفتن که شما میدونید وقتی یه بتونی رو یک متر میریزید بعد فردا بازش میکنید و میبینید چطور هست، میتونید اشکالات چه اصلاح کنید، اما وقتی که میخواید یک بتون سی متری رو از بالا تا از پایین تا بالا یک تکه بریزید، بعد از دیگه اینو نمیتونید باز کنید تا آخر که تمام شده. وقتی که تمام شد حالا شما باز میکنید این بتون سفید، مجسم کنید 400 تا کارگر هندی دارن کار میکنن و میدونید کارگرای هندی رسمشون هست یه چیزی به نام پان، مثل تنباکو که زمان قدیم میجویدن و تف میکردن، اینا یه چیزی به نام پان میجوان که قرمز مثل خون و اینو تف میکنن. اینی که شما هر جای هندوستان برید، اگه قصر رئیس جمهورم برید، دم درش یک ظرف بزرگی گذاشتن مخصوص تف که قبل از اینکه برن توی ساختمان تف میکنن این تو و یک متر اطراف این مثل خون قرمزه. حالا این شما فکر کنید اگه این 400 تا کارگر در شب که 48 ساعت پشت سر هم شبانه روز کار میکنن، اگر یکی از اینا یا از روی عصبانیت یا از اینکه خسته است یا از روی اشتباه یک تف روی این بتون ما بکنه، کار تمام. ما این بتون رو باز میکنیم فاجعه است، یک لکه بزرگ خون قرمز وسط این چیز سفید است، بتون سفید است. عجب. من گفتم که ما میتونیم به اطمینان کنیم به این بلندی روح بشر. ما با این کارگرها صحبت میکنیم و به اینا میگیم که ما داریم چه کاری میکنیم. با اینا جمع کردیم اینا رو براشون صحبت. اول یک به هر دیانتی که بودن گفتیم یه مناجات بخونن، یه دعا بخونن. هندو برای خودش، مسلمان برای خودش، بهایی برای خودش، یک مناجات بخونن. اینا یه دعا خونن. بعد گفتیم ببینید، بهشون گفتیم که ما داریم یک ساختمانی میسازیم برای به عنوان یک معبد. آرزومون اینه که این در دنیا یه چیز بی‌نظیر باشه. حالا این بستگی داره به دست شما. شما میخوام ببینید میتونید معجزه بکنید یا نه. اگر یک اشتباه بکنید کار ما از بین رفته. شما من باید اطمینان بکنم که هر 400 نفر شما مثل یک انگشتای دست با هم کار میکنید. اینو من به زبان من به انگلیسی گفتم و به 10 زبان ترجمه شد. به این کار کردم. شما باور نمیکنید ما ساختمان رو تمام کردیم. وقتی بتون رو تمام کردیم، حالا یک برگ 48 ساعت طول میکشه. ولی ما دیگه این بتون رو نمیتونیم، چون که ساختمان متقارن هست و این بتون تازه است، باید صبر کنیم که تمام گنبد ساخته بشه تا ما بتونیم اینو باز کنیم. وقتی که باز کردیم، باور کنید که نفس همه در گلوشون گرفت که آیا ما اشتباه شده. و خدا شاهده که الان شما میبینید، چون این بتون دست نخورده، هیچ تعمیر نشده، هیچ کار نشده، میتونید ببینید بتون لخت. یک دونه از این کارگرها اشتباه نکرده بودن و نهایت به خودشون این وسواس رو درست کردن. حالا یکی از نکات خیلی جالبی این کار این بود که من اولی که این ساختمان شروع کردیم، من خودم که یه جوان بودم و اصولا ساختمان رو مدیریت پراجکت منیجمنت و مدیریت ساختمانی، ما آرشیتکت ها معمولا دیزاین میکنن، قسمت زیبای کار دیزاین و طرحه، قسمت کثیف کار، شلوغ کار، قسمت اجراییشه. این واگذار میکنن به مهندسین ساختمانی و معمولا مدیر پروژه ها. من اول تصمیم داشتم یه مهندس بسیار با تجربه‌ای که اون زمان 50 و چند سالش بود، مهندس انگلیسی به نام آقای واتسون
از انگلستان بردیم اونجا به عنوان مدیر پروژه. ایشون آمد اونجا و چند ماه اونجا بود. بعد از چند ماه به عنوان اینکه میخواد بره مرخصی رفت و دیگه برنگشت. گفت معذرت میخوام، من دیگه برنمیگردم. گفت مثلا من، بعد به من گفت که these are monkeys، اینا میمون هستن، شما با یه مش میمون خود ساختمان بسازید. من گفتم مرد محترم، ما باید این کارگران اینها و مردم شریفی هستن، برای یک دلار با این همه صداقت و ظرافت و کار میکنن. این عکسای کارگرای ما رو ببینید با چه تبسمی این زنها با تبسم کار میکنن، این کار چیزها رو میبرن. من قصه اون نجاری رو که نصف شب آمد به من گفت که من مادرم میگه چرا پول میگیری کار میکنی، تو باید مجانی کار بکنی، برای خدا ساختمان میسازی. و این گفت من این کار میکنم برای که پول به بچه هم نون لازم دارن، ولی این تبرع من این است که من بیشتر و سختتر کار میکنم. این نوبلیتی که اینها دارن، این واقعا این صمیمیت و صداقت، واقعا فاخر بودن در فکر و در مرام، این رو اینها کارگرا دارن. گفتم ما میتونیم به اینا اطمینان کنیم و واقعا این کار نمونه این است. این مهندس ما به اینا میگفت میمون و اینها هم با اون مثل میمون رفتار میکردن، هیچ کار نمیکردن. وقتی من رفتم اونجا خودم دیدم چاره ای نیستشون، استفاده داد و رفت. من رفتم اونجا، من متوجه شدم که اینا چه اهمیتی داره. من برای شما برای یک دلار در روز حاضرید صبح تا شب بشینید فقط انگشتتون رو تکون بدید؟ حاضر نیستید. ولی اینا برای یک دلار در روز اینطوری کار میکنن و با این محبت. وقتی که آقای صاحب ببخشید، کار از چه ساعتی شروع میشد در روز؟ از صبح خیلی زود شروع میشد و بعد از ظهر حدود ساعت، ما معمولا در روز 12 ساعت کار میکردیم، هر شیفت 12 ساعت، یعنی 8 ساعت کار معمولیشون بود، 4 ساعت هم بهشون اضافه کار میدادیم. کار میکردن 12 ساعت کار میکردن و 2 شیفت میشد 24 ساعت. آقای صاحب اگه اجازه بدید بار دیگه با هم صحبت بکنیم درباره این که بعد از اینکه این ساختمان پدید آمد و خب سیل مردم به سمت اون، بازدید کنندگان بسیار از سراسر جهان، جهانگردها، میخوام ببینم چه تغییراتی در منطقه ایجاد شد، روستاهای اطراف، دهات اطراف، چه تغییرات اجتماعی، چه تغییرات فکری اقتصادی. مطمئنم که تحولاتش خیلی چشمگیر بوده. اگه لطفی خاطرات خیلی خوبی هست، ممنون میشم. خیلی تشکر میکنم از شما. تا چهارشنبه آینده قربان لطف و محبت شما. همین الانم خداحافظی میکنیم و سپاس تا دیداری دیگر، گفتگوی دیگر. تشکر میکنم از امیر درخشان عزیز که برنامه را هدایت کرد.